اعتراضات ضد دولتی روز دوشنبه نیز در ونزوئلا ادامه یافت و مخالفان در نقاط مختلف کاراکاس پایتخت تجمع کردند. همسر لئوپولدو لوپز رهبر زندانی مخالفان گفته است که مقامات به همسرش پیشنهاد کردند که زندان او را تبدیل به بازداشت خانگی کنند، اما او این پیشنهاد را رد کرده است. این رهبر مخالفان دولت ونزوئلا در پیامی از زندان گفت: پیام من به همه مردم ونزوئلا این است که با ثبات و پایداری در خیابان بمانید. به طور مداوم و صلح‌طلبانه به اعتراضاتتان ادامه دهید. این مبارزه پایان نمییابد تا به پیروزی برسیم. اعتراضات باید در همه جا، همه وقت و در هر گوشه و کناری ادامه یابد. این تنها راهی است که میتواند ما را به آزادی و دموکراسی برساند. در اعتراضات روز دوشنبه گروه‌هایی از مخالفان با پلیس درگیر شدند و نیروهای پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور با مخالفان مقابله کردند. تظاهرات مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا 3 ماه است که در این کشور ادامه دارد و مخالفان خواهان برگزاری انتخابات زودرس هستند.